با درود خدمت شما همراهان و بینندگان عزیز برنامه نگاه روز. طبق روال برنامه نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای اخیر ایران و جهان. در این برنامه میپردازیم به انتخابات عراق و نقش جمهوری اسلامی. هفته گذشته عراق انتخابات تعیین نمایندگان پارلمان را برگزار کرد. گفته میشود جمهوری اسلامی دخالت چشمگیری در پروسه این انتخابات داشته است. در همین رابطه با میهمان برنامه محمد آسنگران گفتگویی خواهیم داشت. محمد آسنگران، خوشحالیم که شما را در برنامه امروز داریم. با سلام به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون. ممنون از شما. شما که مسائل خاورمیانه و کشور عراق را دنبال می‌کنید، بفرمایید کل این پروسه چگونه پیش رفته و آیا مردم امیدی به نتایج آن دارن یا خیر؟ طبعا به روال همیشگی و قوانینی که در عراق هست باید انتخابات برگزار می شد، ولی با توجه به مجموعه شرایطی که در عراق حاکمه و فساد وسیع و فقر و فضای دعواهای مذهبی و فرقه‌ای، عملا مردم از همه جناح‌ها خسته شدن و به همین دلیل بیش از 55% مردم یا حدود 55% مردم اصلا تو انتخابات شرکت نکردن. به این نشون میده که اکثریت مردم امیدی به هیچ کدوم از این جناح‌ها که در انتخابات خودشون رو کاندید کردن ندارن. بنابراین همون تعداد 45% هم که شرکت کردن، عملا بین احزاب قومی و مذهبی رقابت ها در جریان بوده و بالاخره اینا سعی میکنن با هم کنار بیان و یا رقابتشون برای کنار زدن همدیگر رو پیش ببرن. این شرایطی که از و طبعا مردم هیچ امیدی به هیچ کدوم از اینا ندارن. همون هم که شرکت کردن به دلایل مختلفی، همون تعداد کمی هم شرکت کردن اومدن پای صندوق، ولی اونایی که شرکت نکردن خب خیلی آگاهانه است، فرق میکنه با کشورهای غربی. مثلا مردم حوصله ندارن یا مثلا بی‌تفاوتن یا حتی مخالف حکومتن به یک نوعی، منتها اونجا اساسا جنگ فرقه‌ای، فساد، فقر، نداری، ناامنی کاری کرده که مردم به طور واقعی هیچ کدوم از این جناح‌های حکومتی رو نمی‌خوان. جمهوری اسلامی در این انتخابات چه نقشی داشته است؟ جمهوری اسلامی از همون اول و البته از خیلی سالهای قبل دخیل بوده در سیاست عراق و به ویژه از طریق سپاه قدس و قاسم سلیمانی شرکت مستقیمی داشته در جناح بندی ها و در تقویت جریاناتی که به رژیم نزدیکن. در عراق حتی یک چیزی شبیه به سپاه پاسداران درست کردن تحت عنوان هشت شعبی و عملا اینا جناح‌های مختلف نزدیک به خودشون رو تلاش کردن تقویت کنن و میلیون‌ها، دهان میلیون شاید به بهتره بگم دلار ریختن دست این جناح‌های نزدیک به خودشون از جمله هشت شعبی و مالکی، و در رقابت با هم دیگه افراد صدر در گذرگاه‌های مرزی چیزی حدود 80 میلیون دلار رو ضبط کردند. اینا رو برای هشت شعبی فرستاده بودند، برای یکی از جناح‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کرد و مبلغ زیادی رو تو کارتون‌های آتی فرستاده بودن برای مالکی. به هر حال مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی دخالت زیادی داشت، هم در ایجاد جنگ فرقه‌ای بین مذاهب مختلف و حتی بین گروه‌های شیعی، و از یک طرف دیگه هم مستقیما واسطه سپاه قدس دخالت مستقیمی داره در فضای سیاسی عراق. گفته می شود آمریکا سخت در تلاش است که موقعیت جمهوری اسلامی رو تضعیف کند. این رقابت چه تأثیری در انتخابات داشته؟ طبعا الان اون چیزی که واضحه، رقابت آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر موضوع تعیین دولت و اعضای پارلمان خیلی شدت گرفته و
آمریکا تلاش میکنه جناهای نزدیک به خودش و عربستان رو تقویت کنه و عربستان به نوعی کم رنگ تر ولی غیر مستقیم دخیل جمهوری اسلامی هم از طریق اعوان و انصار خودش در فضای عراق تاثیر داره و دخیل بوده و هر کدوم از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش میکنن نیروهای بیان تسلط بر پارلمان و دولت رو داشته باشن که نزدیک به خودشونن. منتها این بار علی‌رغم تمام تلاشی که جمهوری اسلامی داشته ظاهرا اونطوری که دیده میشه با دست بالا پیدا کردن آخوندی مثل مقتدا صدر عملا دست رو به آمریکا و عربستان باخته، به خاطر اینکه مقتدا صدر عملا علی‌رغم این که در ایران بزرگ شده، در حوزه علمیه قم درس خونده و یک آخوند شیعه است، بر اثر اعمالی که از جمهوری اسلامی دیده در چند سال گذشته ناچار شده الان روی برگردونه و به عربستان و کشور عربی نزدیک بشه و به این معنا غیر مستقیم به آمریکا نزدیک شده، اگرچه خود همین مقتدا صدر قبلا یه ارتشی تشکیل داده بود، یه نیرو میلیشیایی تشکیل داده بود تحت عنوان سپاه مهدی و اونا با آمریکا می جنگیدن، ولی الان تو موقعیتی قرار گرفتن که این آخوند چیه که بیشترین کرسی های پارلمان رو به نسبت بقیه رقبایش عاید خودش کرده، الان خودش رو نزدیک به عربستان و جبهه آمریکا میدونه و به این معنا احتمال زیاد تشکیل دولت آینده از نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی نخواهد بود. اعلام نتیجه انتخابات عراق نشان می‌دهد که مقتدا صدر بیشتر از بقیه احزاب رأی آورده است. سیاست او نسبت به جمهوری اسلامی و آمریکا که رقیب همدیگر هستند چگونه است؟ خب همونجوری که عرض کردم، این قبلا با اینا درگیر دوست جمهوری اسلامی بود و با آمریکا درگیر بود. الان بعد از چند سالی که اعمال و کردار و سیاست جمهوری اسلامی رو دیده، متوجه شده که اون جمهوری اسلامی الگویی نیست که عراق بتونه به اون نزدیک بشه و رسما اینو اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی الگوی ما نیست و با پیروزی ما در این انتخابات عملا ولایت فقیه برای همیشه سایه شومش از سر عراق برداشته شده و به نوعی التیماتوم حتی داده بود قاسم سلیمانی که در چند روز گذشته تو بغداد بود و با گروه های مختلف جلسه تشکیل میداد که بتونه ائتلاف بزرگی رو تشکیل بده، اینا بتونن دولت بعدی رو تشکیل بدن، اولتیماتوم داد که گفت تا 2 روز فرصت داره بغداد رو ترک کنه و ناچارن قاسم سلیمانی بعد از 1 روز بغداد رو ترک کرد و عملا اومده الان در سلیمانیه هست، نزدیک منطقه که تحت حاکمیت اتحادیه میهنی هست در کردستان عراق و نیروی نزدیک به جمهوری اسلامی است. در مقابل آمریکا طبعا قبلا موضع خصمانه داشت ولی الان غیر مستقیم عملا از طریق عربستان و نیروهای نزدیک به عربستان و آمریکا دارن به هم نزدیک میشن و ارتباطاتی با هم برقرار کردن و به احتمال زیاد تلاش میکنه هم آمریکا هم مقتدا صدر میدونن به نفعشون هست اگر بخوان موقعیت جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن، عملا در یک جبهه قرار بگیرن و احتمال زیاد این کار رو خواهند کرد. اکنون بعد از انتخابات بحث تشکیل دولت داغه و پروسه تشکیل دولت در عراق در پارلمان تعیین می شود. جمهوری اسلامی و آمریکا هر دو می خواهند دست بالا داشته باشند. پیش بینی شما چیست؟ تصور من این هست که ائتلافی از عبادی، مقتدا صدر و بارزانی و نیروهای علاوی و نیروهای دیگه به وجود خواهد اومد در مقابل جبهه جبهه 8 شعبی و مالکی و بقیه شون که نزدیک به جمهوری اسلامی هن. حتی از یکی از آخوندهای نزدیک به جمهوری اسلامی علاوه بر مقتدا صدر در چند سال گذشته از جمهوری اسلامی فاصله بیشتری گرفته به اسم حکیم که قبلنا
اینا تماما مثل مالکی تابع سیاست جمهوری اسلامی بودن، ولی در یک دو سال گذشته از جمهوری اسلامی فاصله گرفته، اونم یک ائتلاف انتخاباتی داشت و به احتمال زیاد اونا هم نزدیک به عبادی و مقتدر صدر خواهند شد. و پیش بینی میشه که دولت آینده و پارلمان آینده ائتلافی عمدتا از نیروهای نزدیک به عربستان و آمریکا خواهد بود، و احتمالم هست که باز اگر رقابت ها همینجوری پیش بره که تا الان هست، نیروهای یا بخشی از نیروهایی هم که نزدیک به جمهوری اسلامی بتونن شریک بشن، ولی رقابت ها خیلی تنده و به احتمال زیاد اینطوری که دیده میشه رقابت بین نیروهای نزدیک به عربستان و آمریکا با نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی تندتر و سختتر در مقابل همچنین خواهد گرفت. محمد آسانگران، با توجه به کمبود وقتمون، به عنوان آخرین سوال، همونطور که فرمودید 55% مردم در انتخابات شرکت نکردن، این چه تأثیری بر روندهای سیاسی آتی این کشور خواهد داشت؟ تحلیلگران سیاسی که از اوضاع عراق مطلع هستند، عمدتا نظرشون بر این هست که بحران عراق عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد شد، چون بیش از 50% که یا حدود 55% که شرکت نکردن، عمدتا از نیروها و مردم معترض و مخالف این احزاب و سازمان‌های اسلامی و قومی هستند، و در آینده ما غالبا باید شاهد شکاف‌های عمیق‌تری باشیم. عملا نیروهای سکولار، مدرن و چپ و مردم عادی زحمتکش و تحت فشار و فقر زده‌ای که تو اون کشور الان تو شرایط سختی زندگی میکنن، ناچارن دست ببرن به اقداماتی که این دولت و احزاب حاکم رو کنار بزنن. به احتمال زیاد این جدال و خیلی جدی شروع خواهد شد و نیروهای سیاسی و چپ فرصتی خواهند داشت که بتونن با قدرت بیشتری وارد رقابت‌های سیاسی و جدال سیاسی با نیروهای مرتجع و مذهبی و قومی بشن. محمد آسنگران، ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. با تشکر از شما. عزیزان، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند، روزگاری خوش را برایتان آرزومندیم.